درفتین فوتبال، بهترین شماره ده های تاریخ مقابل بهترین شماره هفت های جهان. سلام و درود خدا بر شما باد. امروز اومدیم درفت داریم در فوتبال با بهترین شماره ده های جهان مقابل بهترین شماره هفت های جهان. یعنی یه ترکیب می‌چینیم از بهترین شماره ده ها و فقط توش بازیکنایی می‌ذاریم که یا توی تیم ملیشون یا توی تیم باشگاهشون شماره ده به تن می‌کنن همین الان. یعنی گذشته نه، شاید هم گذشته رو بیاریم. آره گذشته رو میاریم. و یه ترکیب هم می‌چینیم از بهترین شماره هفت های جهان که الان یا توی تیم ملی یا توی باشگاهشون شماره هفت پوشیدن یا باتون لژندری بودن که شماره هفت پوشیدن. و با این دو تا ترکیب می‌ریم درف بازی می‌کنیم، می‌بینیم که کدوم یکی از این ترکیب شماره ده های شماره هفت ها بهترین نتیجه رو می‌گیرن و کدومشون بر اون یکی غلبه می‌کنه و پیروز میشه. لایک و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه که با انرژی اینستاگرام فالو بکنید که سایتر برسیم به 100 کو و فراتر از اون. بریم سراغ ویدیو. برزیلی شماره 10 رونالدینیو، آرژانتینی شماره 10 لیونل مسی، برزیلی جدید بازیکن جوان شماره 10 نیمار جونیور، رئال مادرید بازیکن با تجربه لوکا مودریچ، لیورپول بازیکن مصری محمد صلاح. خدای چه قشنگ دارم معرفی میکنم. یعنی شما جشنواره فیلم فجر میرفتی، کن هم میرفتی، اینجوری این قشنگ معرفی نمیکردن خدا وکیلی. کلکل با زلاتان، لیگ آمریکا فلا، پنالتی خراب کن انگلیسی مارکوس راشفورد، شوت های انفجاری تاتنهام هرکین، آرژانتینی لیگ ایتالیا پاولو دیبالا، لاوتارو مارتینز، بارسلونا جانشین لیونل مسی آنسو فاتی. ترکیب شما رها شدش این با تیم پدرسال 94 به اضافه اینکه تعویضی هم شدن اینها و تمام کسایی که دارین اینجا میبینید همشون که توی تعویضی ها هستن شماره 10 رو یا توی تیم ملی پوشیدن یا توی باشگاهشون. اما اینجا بحث امباپه است، چون امباپه هم توی تیم ملی 10 میپوشه هم توی باشگاهی 7 میپوشه. پس ما چه غلطی بکنیم؟ ببینید اینجا ترکیبمون کامله. یعنی اینکه آقا به من چه هستن امباپه هم میتونیم بذاریم، نه آقا به ما چه امباپه هم هستش، امباپه هستش. ترکیب شد این و همینطوری که میتیم پلی استیشن 96 من ترجیح دادم که این 4 نفر بذارم توی دفاع به خاطر اینکه دفاعشون بهتر از بقیه بوده و به اضافه اینکه مودریچ توی دیمف فاصله تو، یعنی توی هاف بک وایساده ایمف و مارکوس راشفورد گذاشتم دروازه چون شوتش خوبه و سرعت داره. همین خدا وکیلی با یه حریف واسه ما پیدا شده 2700 تو بدر توخت قدرتی میشه، من 2300 تام یا ابل فز چقدر اختلاف اینجا 400 تا اختلاف بعد یارو دیویژن 7 هستن. این هم بهتون بگم که اولیور کان اونورم گذاشتم توی دروازه هم واسه شماره 7 هم واسه شماره 10 اولیور کان توی دروازه هستش که بتونیم ببینیم که کدومشون واقعا بهتر بازی میکنن نه بهتر رابطه بازی میکنن. از تیم حریف هم اشنا اش تو میبرمت خدا وکیلی، میبرمت آخر سر ما ویرا نگرفتیم. اینجا رو بگیر خدا وکیلی تو زمین ماست، اگر من نبردم هر وقت تو زمین ما بود ما میزبان بودیم ما بردیم. برو بریم کلا نبا میخواد بازی رو شروع بکنه براس بده برلو کاموتری چون میدونه که لگو دیگه نشه بچه ما میتونیم راحت بازی رو آغاز بکنیم. بله خدا رو شکر بازی آغاز شد. بالاخره بعد از چندین ساعت تاخیر بده امباپه پاس امباپه تک به تک امباپه میتونه سر بره گل کنه یا نه توی دروازه. دقیقه 4 کسی که از ما 260 بیشتره جاتا دیگه قدرت شماره ده های نصب بدن شماره ده های تاریخ رو اینجا جمع کردیم. البته بدن شماره ده های تاریخ نیستن، چون اگر بدن شماره ده های تاریخ رو می‌خواستیم انتخاب بکنیم قطعا پله مارادونا گولیت و کرویف و این دوستان عزیز قطعا با یایو نگاه قطعا باید توی این تیم میبودند ولی نیستند. زرشک پاتریک شیک اصول من غلطی داره میکنه دفاع. امباپه بودو امباپه بودو پاس بده اینور به لیونل مسی، پاس عالی سعید به لیونل مسی، حرکت لیونل مسی عالی است، میتونه هرکین رو بندازه پاس به هرکین، پاس به رونالدینیو، رونالدینیو رفت واسه ضربه‌اش رفتش ضربه رو بزنه. استوب ببخشید دوستان استوب. لوکا مودریچ شماره 10 اصلی تیم ما قرار که ساندو بکشه رو سر لوکاکو یا هرکین، سانت رو میکشه و تو برگشت دادن شماره 11 به وسط‌تر میخواد برسونه لیونل مسی، لیونل مسی حالا میرسونه، حالا این طرف رونالدینیو سر سرشون ور کرد پاس داد، سرشون ور کرد پاس داد توی دروازه. ماشاءالله چرا انقدر جوگیرم توی این ویدیو، چرا من انقدر جوگیرم؟ از این جوان‌ها خوشم میاد. آخه شماره 11 شماره 11 همیشه اخلاق حرفه‌ای و زلاتان چی میگن نمیدونم اخلاق منشن. لیونل مسی تو میتونه سمت راست مینه واسه سان کردن، سانت رو میکشه روی دروازه، تو برگشت میشه کلین نمو دور میتونه دوباره توپو بگیره، سگ میره توپای لواندوفسکی، لواندوفسکی میره عقب‌تر، خود سگ توپو گرفت و به وسط میاره، حالا اونجا رونالدینیو خودش توپو رو گرفت و به هرکین پاسو میده، هرکین هم میتونه ضربه بزنه، بزن دیگه شوتر رو. برو ببینم برو هرکین برو هرکین برو برو هرکین اما پر داری بزن تیر دو بزن ریدی گل من ای گل من گل ساده گل سپو من گل هم نوش جان میکنه حریف ما. محمد صلاح برو گرفته میخواد برسونه رو به جلو و سگ وای وای بزن هدر رو بزن. خب نه با تموم شد سی شدیم سی نکن دور خدا تو تا ما جلو بودیم. من گیرت میدم به قرآن قسم. وای رفت سعید برو فقط واسه پا، سعید برو واسه پا
وای ریدیم من کیارت میدم به قرآن قسم بیرا رفتش واسه ساند کردن باید حواسمون باش باشه با سعید زر و سر اولو نتونست بزنه و گل بعدی هم خورد منتظر تماس هم باش مش مدافع این بعد این امباپه فرستاد منم نمیدونم چرا یکی دیگه گرفتش تو پرو برو نیمار ببینم برو سانتش کن نیمار سانتش کن بزن رونالدینیو بزن باخت بازی سری که برای برنده رو 5-3 باختن ممنونم پیک ممنونم خدای ما رو واسه یه چیزی بهش گفتیم ولی واقعا گند زد تو ویدیو ما خیلی خوب بر اساس گل حساب میکنیم پس چون واقعا گند زد تو کار ما شما رها کلا 3 تا گل زدن آقا وایس 3 تا گل زدن خوردهشون رو حساب نمیکنم چون همون جایی که بردیم واقعا چون اگر میومدن بهم گل نمیزد شما رها همون 3 حساب میشه بریم شما رو 7 تا برزیلی بهترین برگردون جام جهانی ریچارلیسون النصر بیشترین گل ملی تاریخ کریستیانو رونالدو عاشق خر لیگ انگلستان های هاورتس خدای خودش گفت من آخر رو دوست دارم به من چه ربطی نداره برو پیج 90 سرچ کن خودش گفت همین الانم هم گفت به من چه خودش گفت خر رو دوست دارم نمیدونم آجاکس بیشترین پاس گل در یک فصل تادیچ بازیکنی دوپا ژائو کانسلو شماره 7 کی میده به دفاع آخه حالا تو لیگ ایران دیگه اسمش روشه 9 دادن به رضایان اسپانیولی بازیکن مورد علاقه من آلوارو موراتا چقدر دوستت دارم من تو رو شماره 10 و شماره 7 سلطان سرعت کلیان امباپه دیگه ایشون هم تو شماره 7 هست شماره 10 داشت من چیکار کنم به من چه توضیح دادم راجبش بازیکن مورد علاقه من فدریکو کیزا الان یوونتوس یا اکثر شما رو علاقه من ولی یوونتوس رونالدو شوت های انفجاری هالک الان توی تیمی که هست شما رفته پوشیده به من ربطی نداره ترکیب ما شد این همه شما رفته داخل هستن به اضافه این سه تا دویدی الکس سانچز کریر و گنوری بقیه شما رفته هستن و ما شما رفته دیگر رو نداریم و بریم سراغ ترکیب اتکان ترکیب خدای خود را بچین ترکیب شد این و رونالدو و ریچارلیسون با هم دیگه نزدیک شدن تیم بلین استار 95 و الیور کان در اون برگزه ببینم که این تیم رو کسی میتونه ببره اصلا قدرت تیم 2400 داد داشت البته اونا 300 اوه داداش ترکیب شما رفته با اینکه تعدادشون کمتر بودش به عنوان بازیکن توی کلا ترکیب و اکانت من ولی قدرتشون از شماره 10 بیشتر 2400 شدش اونا 2300 رو دادن گرفته بودن کنم بله یک حریف سریعا پیدا میشه برای ما ببینم که اصلا در حد و اندازه ما هست یا نه برای 2600 تا 200 از ما بیشتر و در دیویژن 8 فرانسوی است ترکیب ما رو مشاهده بکنید ترکیب بسیار سم و ترکیب حریف ام بابا سلام داداش چه جوری ما گل میزنم بس ببینید از گوشه ها نرم وسط راحت گل خوردیم یکی بار ما باختیم سر داستانی که پیش اومد ولی نیمه اول مرده بودیم اما اینجا بعد ببریم بعد رونالدو کاپیتان شد ببینم که شماره 7 اصلی بر تن کیست که الان که رونالدو کاپیتان ولی شماره 4 رو گرفته ببینم که شماره 7 رو به کی داده این که 9 بده آهان بکش سر کانسلو بکشش بزن اوف بیا هدو بزن رونالدو الو سو رو سمت چپ میرسونه فرگو کیزا عزیز دل اما حرکت کنه حالا دی پاول توپو گرفته و میرسونه به سمت چپ فرگو کیزا عزیز دل توپ میرسونه وسط تر اگر اشتباه نکنم بله درستم پاس میدم شماره 7 تو برتنه یکی دیگه دیده بودم آهان بودو ببینم این میخواد بده این بر دیگه داداشم معلوم شد دست خوندیم بزن الیور کان زیرش شماره 7 آهان هاورتس پوشیده شماره 7 زیرش آره حتما تو شماره 7ی آقا تیمو ما که شنگه من غلط کردم اومدم یارو برو عقب بالانس بازی کن الان میکشه بابا اولا آقا چه وضع پاسه آقا خجالت نمیگه چی خدایا همچین پاسی میدی آقا ما حتی ما تعویض کنیم به نظر من هالک اینجا باید بیاد تو یا گنبرم بیاد تو هالک میطلبه بله هالک میطلبت می هالک رو بیار تو و گنبری رو بیار بذار وسط به نظر من دوستان بشه تا ویدرو به جلو بابا رونالدو کجای داداش کاپیتانی تو مثلا بزن بابا پاسه رو بده رونالدو پاسو بده دیگه سرویس کردیم ما رو تا بخواین پاس بدین شما آفساید 100% داداش 100% آفساید گیری بلدی شما ببین به نظرتون اگر این بازی ما یکیش ببریم به نفع کی میشه آها ای والا آدم اسکم حالا امباپه میره جلو گل من ببین الان چی میطلبه الان میطلبه که هیچ چیزی نمیطلبه خدای الان میطلبه یه گل مشتی امباپه بزنه بهتون این میطلبه یاب کانسلو یه جوری میکشید داداشم یه جوری میکشی بلندم میکشی میخوام بلند خود از قصد میخوام بلند بکشم هالکون میکاری عقب خدای جواب بده جواب ندادش برو امباپه برسون امباپه سان ای بمیری تو اولاق داورم نمیره اونورتر ما ضربه مون بزنیم داداشم نکن اینجا رو داشته باش آها گل من حالا اینجا رو داشته باش حالا عوضشون میکنم یه گل من گل سادی توی دروازه کریستیانو رونالدو
تو دروازه میتزنه. دوستان برینین آقا، دوستان برینین آقا. داش من نوب نیستم فکر میکنی من نوبم، ولی نوب خودتی گل من. وای یارو رفت، یارو رفت، یارو رفت، پاس رو میده. وای 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 گل خورد. باورم نمیشه گل خوردیم. تا ته بکشین جلو. آ ته جلو. یا بیا 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 بده پاسو. ای سک پدر. وای وای چقدر تو شانس داری. یک یک شدی. نفس سیر بود پدر سوخت بازیه. ببین الان اینا یک یک کردن، یعنی یک امتیاز گرفتن. از اون طرف اونا 3-1 هم کرده باشن بردن، ولی به نظر من هر دوتاشون در اندازه همدیگه بودن. ولی چون نمیدونم، شما هم برین بازی رو انجام بدین، به نظرتون کدوم میبرن و به نظرتون از بین شماره 7 و شماره 10 کدومشون بهترین بازیکن‌ها بودن؟ یعنی ترکیب شماره 10 حالی تر بود نظرتون یا شماره 7 بدون هیچ تعصبی نظر بدین؟ امیدوارم که لذت ببرید، باشید برین خودتون این بازی رو بازی کنید، حتما نتیجه واسه من بنویسید. ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. ببخشید وقتتون رو گرفتم، بیشتر از این حرف نمیزنم. خدا نگهدار.